سرخط خبرها، جنگ شدید در داخل ولایت پنجشیر آغاز شده است. داعش مسئولیت انفجار بر معاون والی طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت. فرمانده طالبان که قصد فتح ایران را داشت به من حمله نشده، عمل بینی داشتم. وزیر تحصیلات عالی طالبان به روسیه رفت. و عضو کنگره کاخ سفید اجازه داد دولت افغانستان سقوط کند. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یک از دیگر ویدیو های این چینل خوش آمدید. وزیر تحصیلات عالی طالبان به روسیه رفت. وزارت تحصیلات عالی طالبان شامگاه سه شنبه 16 جوزا با انتشار اعلامیه گفت که ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت در رأس هیئت به روسیه رفته است. در همین حال حفیظیا هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که این سفر به دعوت رسمی جمهوری روسیه صورت گرفته است. هاشمی همچنان افزوده که ندا محمد ندیم و هیئت همراهش در نشست وزیران معارف و تحصیلات عالی روسیه شرکت خواهد کرد. به گفته او، ندیم همچنان در کنار بازدید از دانشگاه‌های مختلف در مسکو و شمار دیگر از شهرهای روسیه با دانشجویان اهل افغانستان مقیم روسیه نیز دیدار می‌کند تا از آنها در مورد مشکلاتشان بشنوند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در حال به روسیه سفر کرده است که او و محمد خالد تنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در ماه حدود سال گذشته خروشیدی از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند. داعش مسئولیت انفجار بر معاون والی طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت. طبق گزارش ها، گروه داعش مسئولیت انفجار بر موتر حامل مولوی نثار احمد معاون والی طالبان برای ولایت بدخشان را بر عهده گرفته است. سایت خبری اعماق روز سه شنبه 16 جوزا با نشر خبرنامه ای از این موضوع خبر داده است. این انفجار ساعت 8 بامداد روز سه شنبه 16 جوزا مقابل دروازه محکمه ولایت بدخشان در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت رخ داده است. در این انفجار افزون بر معاون والی طالبان و افرادش به غیر نظامیان نیز آسیب رسیده است. این انفجار دومین حمله در بدخشان است که مقام طالبان در این سطح را هدف قرار می دهد. اوایل سال جاری میلادی فرمانده امنی طالبان برای این ولایت در انفجار که بعد داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت کشته شد. فرمانده طالبان که قصد فتح ایران را داشت به من حمله نشده، عمل بینی داشتم. عبدالحمید خراسانی فرمانده طالبان که در جریان درگیری های مرزی ایران را تهدید کرده بود روز سه شنبه 16 جوزا در مصاحبه با بی بی سی گفت که تصاویر منتشر شده روی تخت شفاخانه مربوط به یک عمل جرایی پزشکی بوده و مورد حمله فیزیکی قرار نگرفته است. این در حال است که چند پیش انگام درگیری مرزبانان ایرانی و طالبان ویدئویی از او منتشر شد که گفته بود ایران نباید با صبر و حوصله مردم افغانستان بازی کند. او تاکید کرده بود اگر رهبران طالبان به او اجازه دهد ایران را فتح خواهد کرد. این ویدئو بسیار واکنش برانگیز شد. روز گذشته آقای خراسانی با نشر تیویت ویدئو و عکس از خودش روی تخت شفاخانه منتشر کرد و گفت که برادران مسلمانم برایم دعا کنید. شمار از کاربران در واکنش مدعی شدند که او به خاطر اظهار نظرهایش علیه ایران مورد حمله قرار گرفته است. آقای خراسانی در گفتگویش با بی بی سی فارسی خبرهای نشر شده درباره حمله افراد ناشناس به خودش را رد کرد و گفت که فقط در بینی راستش یک استخوان اضافی بود که با عمل برداشته است. آقای خراسانی قبل از تسلط طالبان در سال 2021 از طرف دولت پیشین به عنوان فرد مسلح غیر مسئول شناخته می شد. با بقدرت رسیدن طالبان او طرفدار طالبان شد و به عنوان آمر امنیت پنجشیر منصوب گردید. جنگ شدید در داخل ولایت پنجشیر. منابع محلی از جنگ میان گروه طالبان در پنجشیر خبر می دهند. این درگیری روز سه شنبه 16 جوزا در منطقه قاجدراز ولسوالی آبشار میان طالبان قندهاری و هلمندی رخ داده است.
در پی این درگیری دو جنگجوی طالب کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. هرچند تا اکنون انگیزه دقیق وقوع این رویداد معلوم نیست، اما منابع میگویند که این درگیری بر سر تقسیم اسلحه های جمع‌آوری شده از نزد برخی ساکنان محلی رخ داده است. طالبان تا اکنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. این در حال است که یک شنبه شب 14 جوزا درگیری میان طالبان قندهاری و هلمندی در منطقه سنگیخان ولسوالی آبشار نیز به وقوع پیوسته بود. بر بنیاد گفته های منابع، طالبان به خاطر چشم پوشی از این درگیری و به دست آوردن اسلحه دست کم 70 تن از باشندگان محل را به گونه گروهی بازداشت و تا اکنون 15 تن آنان در زندان طالبان به سر می برند. عضو کنگره کاخ سفید اجازه داد دولت افغانستان سقوط کند. یکی از اعضای کنگره امریکا با انتقاد از دولت بایدن می گوید که کاخ سفید می دانست که دولت افغانستان سقوط می کند، اما کاری نکرد. او پس از مشاهده اسناد محرمانه خروج امریکا از افغانستان روز سه شنبه 16 جوزا با خبرگزاری فاکس نیوز گفت که کاخ سفید اجازه داد افغانستان سقوط کند. این نماینده مجلس نمایندگان امریکا اظهارات جو بایدن رئیس جمهور امریکا مبنی بر غافلگیر شدن او از سقوط دولت پیشین را مردود دانست. این در حال است که آقای بایدن پیش از این گفته بود که انتظار فروپاشی سر حکومت غنی را نداشت. او پس از مشاهده اسناد محرمانه خروج امریکا از افغانستان با انتقاد شدید دولت امریکا را مقصر سقوط دولت افغانستان دانست و گفت که کاخ سفید اجازه داد افغانستان سقوط کند. جو بایدن یک روز پس از ورود طالبان به کابل گفته بود که سقوط حکومت غنی سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت اتفاق افتاد. اما این عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که دیپلمات‌های آمریکایی در کابل قبلاً در مورد سقوط حکومت به کاخ سفید هشدار داده بودند. او یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا است که به مکاتبات سفارت آمریکا در کابل دسترسی پیدا کرد. بر بنیاد گزارش فاکس نیوز، 23 دیپلمات و کارمند سفارت آمریکا در کابل در این مکاتبات به کاخ سفید هشدار داده بودند که در صورت خروج آمریکا از افغانستان طالبان قدرت را به دست خواهند گرفت. این اسناد نشان می‌دهد که برخی از مقامات آمریکایی احتمال بازگشت طالبان را دست کم گرفته بودند. او در مورد بایدن و مقامات بلندپایی دیگر آمریکایی به فاکس نیوز گفت آنها می‌دانستند که ارتش افغانستان به هیچ وجه نمی‌تواند از کشور دفاع کنند. آنها می‌دانستند که کابل در ظرف چند هفته سقوط خواهد کرد، اما آنها اجازه دادند که این اتفاق بیفتد. این نماینده کنگره همچنان گفته که وزارت خارجه به دیپلمات‌های آمریکایی در کابل گفته بود که نگرانی‌های آنان در مورد سقوط را جدی می‌گیرد، ولی در نهایت کاخ سفید در رویکرد و تصمیم‌گیری خود تغییر نیاورد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.